سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همچه کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه رپ حواشی دیگه و میخواییم بررسی کنیم حواشی چند وقت گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی اگه از پیج ما خوشتون میاد، قبلا دیدید و حال میکنید یا نه، اگه تازه هستید حتما یادتون باشه که سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست. اون بغل یه زنگوله هم هست که اگه اونو بزنید میتونید نوتیفیکیشن ها رو داشته باشید تا ویدیو میذاریم با خبر بشید، و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم حواشی رو داشته باشیم. خب برنامه رو با پست فان اسنوپ داگ در اینستاگرام شروع می‌کنیم. صبحت بخیر جون دل. خیلی هم عالی. سر کیفی عزیز. همونطور که دیدید همچین استوری رو گذاشته بود اسنوپ داگ و فقط جنبه فاندش ما هم برای فان گذاشته بودیم، اما یه سری داستانه دیگه اتفاق افتاد. همونطور که میدونید تو رپ حواشی قبلی گفتیم سپرخرسه تو لایوش یه سری حرفا رو درباره شاهین نجفی زد. شاهین نجفی در جواب اون یه توییت گذاشت و اینجوری نوشت: چند سال تلاش کردیم تا به مخاطب بفهمانیم فوش نده، مثل آنها رفتار نکن، اهل بیت مخالف را جلوی چشش نیاور، همه گوش کردن و دمشان گرم، اما ظاهرا حرف حساب برای یه عده باید طور دیگری باشد. حالا من از مخاطبم برای همه توهین هایی که به او شده شرمنده ام. دستت باز زدن بزن. بله، خب اینجوری واکنش شاهین نجفی رو دیدیم. خب همونطور که میدونید توی لایوش سپرخرسه یه سری حرفا رو زده بود و گفته بودش یا آقا اصلا بدترین بیت تاریخ رپ فارسی هم مال اونه، و یه آدمی اونو خطاب کرد که میخواد بگه من کتاب زیاد خوندم و ادام و این حرفا. جرشات یه استوری اعلام کرد که چنل یوتیوبش به خاطر استفاده از آهنگای کپی رایت دار بسته شده و خب این خیلی بده. حالا امیدواریم که در بیاد چنلش رو بتونن کاری بکنن. اما نکته جالب اینجاست که همچین کار بزرگی رو میان راه میندازن و درست میکنن، دمشون گرم، ولی خب وقتی میان روی پلتفرم کار میکنید خب قوانینش رو بخونید که از این اتفاقا نیفته. امیدواریم که حالا در آینده از این اتفاقا برای حالا آرتیست ها کسایی که میخوان برنامه بسازن نیفته. سامبو یه استوری هایی رو گذاشت به این شکل: سلام، میشه لطفا پیجم رو ببینید و کارام رو گوش کنید؟ خیلی خوشحال میشم نظرتون رو بدونم راجع به کارام. این پیامی بود که به خیلی از رپرهای نسل یکی فرستادم. 99% پیام ها بی پاسخ بود و بی پاسخ موند. ازشون ممنونم. جواب ندادنشون باعث می شد بیشتر تلاش کنم، بیشتر و بیشتر. و تو استوری بعدی نوشت: این متن رو برای کسایی نوشتم که تو دایرکت ازم درخواست کمک می کنن. خواستم روش پیشرفتم رو بهشون بگم. هشتگ از خودت بخوا. خب این استوری های سامبوی رو داشتیم. راست میگه، بیشترین کاری که شما میتونید بکنید تلاشه و اینکه خودتون کار کنید. اینو باید بدونید که کسی وظیفه حمایت نداره و اگه حمایت میکنه دمش گرم و شما باید کارو خودتون انجام بدید. من میبینم خیلی ها میان طرف یه فری استایل، دو تا فری استایل، یه دونه بیت اینا و اسم آهنگساز و اسم رپر و اینا رو خودشون میذارن. کسی با یه آهنگ، دو تا آهنگ، سه تا آهنگ نه رپر شده نه آهنگساز شده. شما باید 2-3 سال حداقل کار کنی، 50 تا آهنگ درست کنی، اون موقع بشه این حرفو بهت زد. و اینکه هی میاد میگید من استعدادم، خب اینکه اسم استعداد رو خودتون میذارین قشنگ نیست. اسم استعداد رو باید روتون بذارن، میگن فلانی استعداده. پس بیشتر روی خودتون تمرکز کنید، سعی کنید کارهای جدید بکنید، کارهای بیشتر بکنید، تمرین کنید، یاد بگیرید. اون موقع است که نمه نمه راه پیشرفت باز میشه. یه توییتی داشتیم که فدایی و مهدیار اون تو تگ کرده بودن و خود فدایی جواب داده بود، اونو با هم میبینیم. فکر نمی کنید بازنشر فیلم هایی که در اون مواد مخدر همراه با ترک شما در پس زمینه ویدیو در حال نمایش هست باعث ترویج مواد مخدر در بین جوانان، مخصوصا فنهای کم سنتون که اکثرا چشم دهان شما دارن، و ترغیب اونا به امتحان و افتادن در منجلاب اعتیاد میشه؟ و اینو خود فدایی گفته بود نه. و خب داستان اینجاست، ببینید، خب بیایم از ریشه نگاه کنیم. چرا باید یک جوون مثلا 10 ساله، بهتر بگیم نوجوان، بیاد یه آهنگ سیاسی انقدر غمگین گوش بده؟ بدونید ریشه کجاست. شما نمیتونید همه چی رو بندازین گردن این داستان‌ها
به هر حال رپ یه چیز واقعی از خیلی چیزا که دارن میخونن واقعیه و هست و دارن حرف میزنن مثل خیلی از فیلم‌ها و درجه سنی دارن. یا آهنگ سیاسی خب برای بچه 7 ساله نیست، برای بچه 8 ساله نیست که توش خیلی چیزا داره میگه. و اگه بچه شما داره اینو گوش میده، خب تقصیر جای دیگه است، مقصر کسی دیگه است. شما باید حواستون به بچه‌هاتون باشه. این داستان‌ها نمیتونن آهنگ سیاسی ندن، نمیتونن فلان کارو نکنن، آهنگ مثلا کلاب ندن، فلان 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 که بچه‌هایی هستن گوش میدن. و اگه قرار بچه اینقدر راحت با این چیزا بیفته تو منجلاب که نشد. به هر حال یه سری چیزا هست به اسم خانواده و این حرفا. هر آهنگی هم یه جایی داره، یه جایگاهی داره و همه آهنگا برای همه نیست. پس بهتره که برید ببینید بچه‌تون چی داره گوش میده، باید اینو گوش بده، نباید بده. و همه اینا تقصیر رپر و اینها نیست، چون دارن از یه سری چیزایی میخونن که هست. وقتی یکی داره آهنگ میخونه حالا برای اعتیاد جامعه و داره از اون میگه، باید اونم نشون بده. مثلا ما یه آهنگی داشتیم از عرفان به اسم دوباره که مثلا توی ویدیوش اینو نشون میداد و خیلی‌ها حرف میزدن، میگفتن او فلان. خب داشت از اون موزل میخوند و نشون میداد که یک فردی که مثلا به هروئین اعتیاد داره تش چی میشه. و خب اون ویدیو سن خاصی داره، برای هر کسی نیست. اینا رو همیشه باید یادتون باشه و به این دقت کنید. گرچه این نقد که خیلی از رپ کنا سن نمیزنن پای آهنگشون یا نمیزنن تو این فوشه هست که اونم باید درست بشه، اما اگه اون رعایت میشه اون کارشو کرده رپ. یه سری درگیری داشتیم بین مرژاک و پارسالیب، خیلی غیر مستقیم یه سری حرفا رو زدن. چند تا استوری گذاشت پارسالیب، اول همچین استوری گذاشت و ویو مگا هیتو نشون داد که 416,000 تا بود. میشه گفت شاید هیت در این دیسه. به هر حال این چند وقت رپ فارسی بود و خب اینو استوری گذاشت و بعدش نوشت موزیک شرطی. بعد از اونم یه استوری دیگه گذاشت نوشت انقدر که من هیتر دارم یزید نداره. چرا؟ چون آدما چشم قوی تر از خودشونو ندارن. حالا اونا که چشم دیدن ما رو دارن که بکنار. و بعد از اون یه استوری دیگه گذاشت نوشت یکی داره پشت من به بقیه دروغ میگه و از طرف من حرف میزنه، پیداش کنم گوششو میگیرم. آرتیستای عزیز، من نه کسی رو میشناسم نه با کسی کاری دارم. اونایی که با هم حرف زدن شخصی میدونن چی میگم. خب استوریا پارسولیپو دیدیم، بعدش هم چیزی نگفت و زیاد معلوم نبود داره به کی میگه چی میگه. اما بعد از اون مرجا که یه استوری گذاشت و اینجوری نوشت فکر کن رفاقت کنی واسه یکی شعراشو بنویسی، بعد همون آدم برات شاخ شه. من همون شاخو میکنم تو، حواستو جمع کن. از هوادارهای با شخصیتم بابت این استوری عذرخواهی میکنم. و بعد از اون هم یه پستی توی تلگرامش گذاشت که زود پاک کرد، نوشت همیشه هر جا تونستم کمکی کنم دلی کردم، جایی نیست برات مرام خرج نکرده باشم. هزار بار اسکی کردی، خالی بستی جمعش کردم، شعر خواستی نوشتم، با 4 تا موزیسین درست کانکتت کردم که اونجا هم آبرومونو بردی. دیست کردن این فیلم مالنا داشتن پاسکاریت میکردن، یه روزه واسه دیسبک نوشتم. میخواستی همون جوری بدیش بیرون، نصف این مخاطبم نداشتی، گفتم ویدیو کنی بدی بیرون میری رو نیم میلیون. شد بهترین موزیکت، بالاترین ویوت، تابلو کردی زدی بالا سرت، منتی هم نیست، پولشو گرفتم. اینا رو فقط گفتم یادت بیاد از کجا در اومدی. روزی که اسم یکی تو لول تو رو بیارم دیگه رپ نمی کنم. خب رفاقت پارسالیپ و مرجاک خیلی قدیمیه، برمیگرده به زمان رپ لرزه. از اون موقع هستن و با هم حالا همکاریایی رو داشتن، چه حالا همینجور که میگه تکست میشن براش اینها. و خب خیلی وقت بود که ما این موضوع رو داشتیم میشنیدیم که تکست مگاهی تو یکی دیگه نوشته، پشت صحنه خیلی حرفا میزدن، خیلی مبلغا بود، حتی جی جی تو مصاحبهش اشاره کرد. و دیگه خیلی روک و راست به این شکل مرجاک اومد اینو گفت و اونجور که به نظر میاد تکست مگاهی تو مرجاک نوشته. حالا چه مبلغی، مبلغ معلوم نیست، یکی میگه 1,000 دلار، یکی میگه 2,000,000 تومان، حالا دیگه این وسط کدومه نمیدونیم. حالا سعی میکنیم باشون مصاحبه هایی رو داشته باشیم و در این مورد حرف بزنیم. و خلاصه این بود از درگیری که بینشون بود. و نمیدونم دیگه، مرجاک هم به عنوان یکی از دوستای قدیمی پارسالی بهش گفتش که خیلی اسکی میکنی و دروغ میگی. حالا نمیدونیم، پارسا که چیزی نگفته فعلا، باید ببینیم آیا ادامه پیدا میکنه، دیس و دیسبکی میشه یا چی. خلاصه این بود از رپ حواشی این چند وقته. و حواشی خب کمتر از قبل این چند و این بار تو ویدیوها داریم میگیم، چون خیلی بچه‌ها میگن آقا رپ حواشی درست کن، رپ حواشی درست کن، حواشی نمیشه، نمیتونیم از خودمون شایعه درست کنیم. و
این بود دیگه از حواشی و این داستان ها. دیگه بعد ببینیم در ادامه چجوری پیش میاد. اخبار رپی هم که به زودی میبینید. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بم باشه. تا ویدیو بعدی سی اس ام. دورم از خونه ولی انو شهر سیر پام جمشید چهالا موقع تصویر سابه زور میزنی موزیک هیت بدی ولی هیچیه در حد تخلیه چاره بابا نفسای چاقی شما لات مجازید اگه کارتونی ته چرا دنبال حواشی قبل اینکه فوش بدی طرف تو بشناس ما آدم حسابیم و